سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو در رابطه با بیماری سرطان بیضه و پاسخ به سوالاتی همچون از کجا بفهمیم که به سرطان بیضه مبتلا شدیم، سرطان بیضه چه علائمی داره و برای درمان قطعی سرطان بیضه چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم، همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم بازدید کنید و اونو با دوستان و کشاورزان خودتون هم سهیم بشید. یکی از بیماری‌های بسیار شایع و حائز اهمیت در آقایان بیماری تومورهای بیضه میباشد که پرسش‌های زیادی رو در مورد آن مطرح می‌کنه. اما اولین پرسشی که به ذهنمون میاد این هستش که سرطان بیضه چیست؟ سرطان بیضه جز متداول‌ترین سرطان‌ها در بین آقایان است و در سن 15 تا 35 سالگی میباشد. این سرطان از یک توده بدون درد در ناحیه بیضه آغاز میشه و در صورتی که به موقع درمان صورت نگیره منجر به بروز عوارض بسیار خطرناکی میشه. از کجا بفهمیم به سرطان بیضه مبتلا شدیم؟ تا به حال به این مسئله فکر کردید که اگه پسر نوجوان شما در سنین بین 14 تا 15 یا سن 20 تا 25 سالگی و به خصوص بیماری هایی که ممکنه با شما درباره اون صحبت نکنه، بیماری های دستگاه تناسلی به خصوص بیماری های بیضه در پسران از جمله بیماری هایی است که معمولا در مورد آن با پدر و مادر خودشون صحبت نمی کنند یا گاهی متوجه نمی شوند و اطلاعی از وجود بیماری ندارند. با آموزش و دادن آگاهی در مورد این بیماری ها به پسران جوان خود میتونیم احتمال ابتلا به هر گونه بیماری مربوط به دستگاه تناسلی به خصوص سرطان بیضه جلوگیری کنیم. اما علائم تومورهای بیضه چیه؟ تغییر حجم بیضه بدون وجود درد در پسران میتونه یکی از نشانه بارز سرطان بیضه باشه. این تغییر حجم ممکنه به دلیل وجود یک توده یا قده صفر در بیضه ها باشه. سرطان بیضه رشد بسیار سریعی داره و سلول های سرطان بیضه به سرعت تکثیر میشن و به دلیل اینکه تنها علامت آن بزرگ شدن بیضه بدون درد می باشد، پسران اگر هوشیار باشند میتونن به سرعت لمس و آن را احساس کنند. در مواردی که سرطان بیضه پیشرفت میکنه میتونیم با علائمی همچون درد در بیضه ها و شکم، تورم بیضه ها و افزایش سایز بافت پستان همراه باشه. سرطان بیضه دارای 3 مرحله است. مرحله اول، این مرحله از سرطان بیضه فقط محدود به خود بیضه می باشد. مرحله دوم، این مرحله از سرطان به غدد لنفاوی در شکم گسترش پیدا می کنه. و مرحله سوم، در مراحل پیشرفته تر سرطان به بخش ها و اعضای دیگر بدن مانند ریه، کبد و مغز استخوان گسترش پیدا می کنه. اما چه عواملی در بروز سرطان نقش دارند؟ بیضه نزول نیافته در زمان تولد و یا تکامل غیر طبیعی بیضه، سندروم کلاین فیلتر یا کروموزوم بیشتر، سابقه خانوادگی سرطان بیضه، تحلیل رفتن بیضه و ویروس HIV. سرطان بیضه چگونه تشخیص داده میشه؟ تشخیص سرطان بیضه معمولاً با معاینه CT اسکن از شکم و ناحیه لگن و به منظور بررسی ساختار داخلی بیضه ها امکان پذیره. همچنین انجام آزمایش خونی که به تست تومور مارکرها موسوم است میتونه تا حدود زیادی به تشخیص بیماری سرطان بیضه کمک بکنه. اما چه نکات مهمی رو باید در رابطه با درمان سرطان بیضه مد نظر داشته باشیم؟ آموزش و آگاهی به فرزندان خود برای معاینه بیضه توسط خودشان به منظور پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان بیضه الزامی است. هر گونه تغییر در اندازه بیضه باید جدی تلقی شود. سرطان های بیضه میتونن درمان بشن، مشروط بر اینکه در مراحل اولیه سرطان بیضه تشخیص داده بشن. اگه سرطان در بدن گسترش پیدا بکنه و غدد لنفاوی رو گرفتار بکنه، نیازه که تا درمان‌های تکمیلی شیمی درمانی و اشعه درمانی نیز انجام بشه.
در آقایان اگر به صورت دوره‌ای بیضه‌های دو طرف خود را معاینه کنند، اگر توده بدون دردی در بیضه‌های خود مشاهده کردند، بلافاصله باید به پزشک متخصص مراجعه کنند تا ماهیت آن بیضه مشخص شود. متاسفانه سرطان بیضه در کوتاه مدت طی 2 ماه به 2 برابر اندازه اولیه خودش تبدیل میشه و باید هرچه سریع‌تر تحت درمان قرار بگیره. سعی کنید با آگاهی دادن به فرزندان خودتون در رابطه با بیماری‌های شایع بیضه و معاینه بیضه‌ها توسط خودشان تا حد زیادی از بروز هر گونه توده سرطان‌زای بیضه جلوگیری کنید. همچنین در صورت هر گونه عامل مشکوک در دستگاه تناسلی میتونید به یک پزشک فوق تخصص آنکولوژی مراجعه کنید. همینطور گزینه‌های درمانی برای سرطان بیضه به عوامل مختلفی مانند نوع و مرحله سرطان، سلامت عمومی فرد بیمار و حتی اولویت‌های شخصی او بستگی داره. با این حال این درمان‌ها به صورت کلی به گروه‌های زیر تقسیم می‌شن. 1. عمل جراحی. عمل جراحی مورد نیاز برای درمان سرطان بیضه میتونه شامل 2 عمل جراحی باشه که عبارتند از جراحی برای جداسازی بیضه و جراحی برای جداسازی غدد لنفاوی مجاور. گزینه 2، پرتو درمانی. در پرتو درمانی از اشعه‌های ایکس برای نابودسازی سلول‌های سرطانی استفاده میشه. در بعضی از موارد پرتو درمانی پس از عمل جراحی به فرد توصیه میشه. و گزینه 3، شیمی درمانی است. در شیمی درمانی از داروهای خاصی برای نابودسازی سلولهای سرطانی استفاده میشه. بعضی از بیماران فقط به شیمی درمانی نیاز دارند و بعضی از آنها هم قبل یا بعد از جراحی به این روش درمانی نیز نیاز خواهند داشت. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو ما رو لایک کنید و اونو با دوستان و خویشاوندان خودتون هم در میون بگذارید. همینطور فراموش نکنید که از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید و بتونید که اطلاعات بیشتری در مورد سلامتی خودتون به دست بیارید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.